در گوشه و کنار شهر. منتظر موزیک این برنامه نباشید، فقط اسمش. و برخلاف در گوشه و کنار شهرهای گذشته، ما نه در کلانتری هستیم، نه پاسگاه ژاندارمری، نه اینجور مکانها. منزل دو نفر هستیم که نه دعوایی با هم دارن، نه خصومتی دارن، نه هیچ. فقط به محض اینکه این دستگاه رو باز کردیم که شروع بکنم به صحبت، به یاد مبتکر این برنامه افتادم و کسی که برای اولین بار این برنامه رو خودش دستگاه به دوش را می افتاد در گوشه و کنار شهر تهران، در کلانتری ها، در پاسگاه ژاندارمری و با مردم، کسانی که دعوا کرده بودن، شکایتی داشتن، صحبت میکرد و به گوش شما میرسوند. اینجا الان پهلوی من نشسته با خانمش و میخوایم باشون صحبت کنیم و با این شخص کاری نداریم، فقط میگیم خودش رو معرفی کنه. من پرویز یاحقی هستم و خدمت شنوندگان عزیز شما رادیو سلام عرض میکنم. فعلا کافیه. چون یادمه که موقعی که این برنامه رو اجرا میکردی چقدر داد سخن میدادی. بله، انسان پر حرفه. خب بگذاریم از این که هر دو به هم تو خونه‌شون میگن پپر. چون اسم خانم همیرا پروانه است، اسم پرویزم که میدونین پرویزه. آدم گیج میخوره که کدومو صدا میکنن. مثلا اگه شخص ثالثی یه کدوم صدا کنه بگه پپر، هر دو باید بگن بله. خانم همیرا پرویز که خودشو معرفی کرد، شما هم خودتون رو معرفی کنید. منم همیرا. دیگه معرفی دیگه فکر نمیکنم. اسمم پروانه، اسم هنریم همیرا. بله. خیلی متشکریم که ما اجازه دادید بیایم اینجا. و قبل از هر چیز میخوام اینو سوال بکنم که چند وقته که در این منزل با آقاتون زندگی میکنین و وصلت کردین؟ چند وقته؟ ما الان مدت 5 ساله مثل که با هم ازدواج کردیم. 5 سال در این منزل. بلی. یه سال خوب بیدیم. شما اجازه به همین هر وقت میکروفون آمد خدمتون. ناراحتی هایی که تو این 5 سال ازدواج میدونی هیچ این گفتگوی ما خانم، این گفتگوی ما اصلا ربطی به گفتگوهای قبلی نداره. بله. مصاحبه های قبلی که چند سال شروع به خواننده که اینو ما میخواییم مشکلات. بله. داخلی شما رو چه کارهایی پرویز میکنه که شما دستش ناراحت میشین، عصبانی میشین؟ نمیشه که ساعت 1 بعد از نصف شب یا 1:30 یا 2، حتی از مهمونی که میام ساعت مثلا ساعت 2 بعد یا 3 بعد از شب به نوار برمیره و میاد به شدت هرچه بلندتر این نوارا رو باز میکنه و سر من این بره و تازگی گوشی خریده به گوشش میذاره که خودش بشنوه. خب بازم مراعات کرده. نه تازگی ها از بس با هم خود اختلاف داشتیم سر همین سر. این خانم عادت تهیه کنندگیش، چون تهیه کننده برنامه بوده قبلا، باید به این نوارا ور بره. حالا خوشا به سعادتتون که ساعت 3 بعد از شب ور میره. یا ساعت 3 بعد از شب من میگوشه عکستو بندازم. آخه همچین چیزی ممکنه؟ چون به عکاسی هم علاقه داره. بله به عکاسی هم علاقه داره. باز خوبه که حالا شما با خنده از این نکات یادآوری میکنید. ولی خنده داره دیگه. خنده دار هست. ولی اون موقعی که به تو میگه پاشو عکستو وردارم، چه عکس العملی نشون میده؟ بله دیگه، دم سه بدن شب بیدار بشه بخواد عکس بندازه و واقعا خیلی چیز ناراحت کننده است. خب حوی جون، خانم همیرا شب و نصف شب زیر آواز نمیزنن تا رو کلافه کنه؟ چرا اتفاقا اینطوره؟ اینطوره. بله، بنده بعد از ظهر خسته و مونده اومدم خوابیدم، استراحت کلفت و نوکر همه رو وادار به سکوت میکنیم، یک وقت میبینم صدای آواز بلند شد. میگم خانم چیه؟ میگم دارم تمرین میکنم. خب پس این به اون در خانم همیرا. بله خب، ولی من به موقع میخونم. ایشون خوابیده زوره. چه موقعی داره بعد از ظهر؟ از فراموش نشود که همین نیم ساعت قبل از ورود شما خانم عکس بندر انداخته، عکسش هم حاضره. برای یک ماجرای ورقه ای ما عکس احتیاج داشتیم و اونقدر دوستداران و افرادی که محبت دارن، علاقمندان، عکسایی که ما داریم از همون گرفتن که 2-3 روز خونه رو زیر رو کردیم که 2 تا عکس از خانم، 2 تا عکس از بنده پیدا بشود، بدیم برای اون ورقه. پیدا نشد. بالاخره دوربینی رو که به فوریت عکسو ظاهر میکنه من حاضر کردم. خانم 2 تا عکس از بنده انداخت، بنده 2 تا عکس از خانم. دورش چیدیم مثل 6 در 4 رو چند بوندیم به ورقه. ولی مال پرویز سر نداشت که من خانم از بنده انداختن یهو نگاه کردم دیدم بله، از سینه به بالا نیست. خب این یکی از مشکلات. موقعی که بیکار هست، یعنی نه دست به نوار میزنه نه دست به ویولون میزنه، چیکار میکنه؟ چراغ قوه رو میبره میذاره وسط گلا، بنا میکنه گل کاشتن. نصف شب باور کنین اصلا پرویز نصف شب را میفته. خب یه وقت نمیشه که مثلا بلبلا صدا نکنن تو باغ، ویولون ورداری بری بزنی صداشون بیاری؟ والا این معروف از قدیمی همچی چیزی، ولی بنده به چشم ندیدم هنوز. بلبل تا نزدیک درخت میاد ولی یه پلوی آدم نمیاد. چرا ویولون بزنه و بله
بالاخره نگفتین خانم. چی رو؟ قبلا ناراحتی ایجاد میکرده و حالا الحمدلله دیگه ناراحتی نداره. اصولاً که اگر که کسی بخواد بگه اختلافی با شوهرش نداره، من فکر میکنم که دروغ گفته باشه. فکر نمیکنم کسی دو نفر آدمی که واقعا از دو فامیل مختلف باشن، حتی خواهر برادر ما هم دعوا میکنن. اولین باره که پشت این میکروفون من فکر میکنم این جاهایی که رفتم صحبت کردم یه نفر میگه بله اختلافاتی هست، همه میگن نه تا این میکروفون رو میبینن نه ما به هم گل میگیم گل میشنویم با هم خیلی خوب هستیم. خانم الان یه خود صحبت زیاد شد، شما قبل از این که به خوانندگی رسمی اشتغال پیدا کنید که این 5 سال هست، این صدا صدایی نیست که 5 سال پیش ظهور کرده باشه، حتما از بچگی توش وجود شما بوده. قبلا هم که آهنگ کسی برای شما نمی ساخته، آهنگای دیگران رو زمزمه می کردین، شکی نیست. اونایی که صدا ندارن آهنگای مردم رو می خونن، باید به کسی که صدا داشته باشه. شما بیشتر از کیا زمزمه می کردین؟ والا من بچه که بودم صدای خانم مرضیه رو خیلی دوست داشتم، حتی الان یادگاری خانم مرضیه هم به چونه من هست که شکسته. و یعنی این چی؟ یعنی ببینین اینجا چون شما آهنگشون میخوندین شما رو زدن؟ نه برای اینکه من با بچه‌های دیگه اختلاف پیدا می‌کردم و هر کس میومد میگفت مرضیه من ناراحت می‌شدم، یا مثلا با من که اختلاف پیدا می‌کردن یک چیزای مثلا گفتم مرضیه بعد من ناراحت می‌شدم. و اینکه دنبال یکی از دوستان، البته خیلی بچه بودیم، دنبالم که یک کفش چوبی پاش بود، از پشت سر کفششو که چوبی بود و پاش بود و میخواست در بره ول کرد و خورد به چونه من که شکسته. این اثرش هم هست، اینم یادگاری خانم مرضیه. حیف که شنوندگان عزیزمون نمیبینن. بله خانم مرضیه یک جایی دار. خب اون وقت از مرضیه زمزمه میکردید دیگه، از کیا؟ من صدای مرضیه رو خیلی دوست داشتم، الانم دارم، و صدای پورانو، صدای خانم دلکش و اینا همه خوب بودن، میتونم بگم واقعا فوق‌العاده، صداهای فوق‌العاده‌ای بودن. ولی خب دیگه چی بگم. خب چند هفته قبل از خانم الهه پرسیدیم که آهنگای کی زمزمه میکنین، گفت که خانم همیرا و یک تیکه از شما خوندن. بله. حالا از شما خواهش میکنیم یک تیکه از اون آهنگایی که دوست دارین و زمزمه میکردین برای ما بخونیم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رهاند. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. خیلی متشکر پرویز، البته شلوغ که از صدای قاشق چنگال اینه در برد. خانم امیرا اجازه میدید یه خود با پرویز صحبت کنم، شما نفسی تازه کنید چون خیلی خستتون کردیم. آهنگ تازه چی درست کردی؟ حالا آهنگ تازه 3-4 تا داریم که در دست به اصطلاح اتمام است و داریم بهش بر میریم و رتوشش میکنیم و آرایشش میکنیم که انقریب اجرا خواهد شد و پخش خواهد شد. ولی 2 تا آهنگ تازه خانم اخیراً ضبط کردن که در همین برنامه انشالله خواهیم شنید. این آهنگ ها مال جوان هنرمندی است که از همکاران هنرمندمونه، آقای فضل‌الله توکل، که از هنرمندان تلویزیون بودن و اخیراً رادیو تلویزیون ملی ایران، و بنده شخصاً ایشون رو بسیار جوان بازوقی میدونم و آهنگاشون هم فوق‌العاده پسندیدن و خوب هست، و همطور متقابلاً خانم هم آهنگا رو پسندیدن و هم آهنگ و هم شعر از خود ایشونه و اجرا و ضبط شده که نوارشو ملزم می‌فرمایید و در همین برنامه ان شاءالله شنوندگان عزیز خواهند شنید. خب این جوابی شد به اون دسته از شنوندگان و مردمی که میگن که خانم همیرا انحصاراً آهنگ‌های پرویز رو می‌خونه. بله.
و این خودش یه جوابی شد و شما بله. خودتون تشویق کردید آهنگسازی دیگر رو. بله. پهلوی جان یه نفر شوخی میکرد، شوخی جدی البته، میگفت که همینطور که آلفرد هیچکاک تو فیلماش بله. یه تیکه خودش ظاهر میشه که بدونن این فیلم مال آلفرد هیچکاکه، پرویز هم از بس یه عده‌ای تقلید کردن سبک ویولون زدنشو، خودش تو آهنگاش هم یه تیکه سولو میزنه هم یه اینو ول میکنه تو آهنگش که بدونن این کار مال پرویزه. خودت واقعا این کارو واسه همین میکنی یا سبکت اینه؟ عرض کنم که دست بر دلم نذار که دود بلند میشه، این یه بحث جداگانه است، ولی خب باید حتما موردی باشه که به اصطلاح لزومی داشته باشه این کار و ما هم کردیم تا حالا و حالا شما اسمش گذاشتین نظیر فیلم های آلفرد هیچکاک. بله. یه مدتی این گل های 471 میخواست ضبط بشه و پخش بشه و هی ما سر صداشو داشتیم و هی به بنبست میخورد و طول میکشید و نمیدونم شما مخالفت میکردین یا پرویز مخالفت میکرد اون مرا نفری بی. این داستان این چیه؟ والا این داستان من و نفری بی، من و پرویز ازدواج که کرده بودیم، مردم یک مثل این که یک ناراحتی نسبت به ما پیدا کرده بودن و فکر میکردن که زندگی ما همین اصلا زندگی های دو روزه است میگذره. البته من از آینده خودم خبر ندارم که بخوام بگم زندگی ما ممکنه تا آخر عمر بمونه، ممکنه خدا نخواد، ولی تا اینقدر که خودمون خواستیم که فعلا هست. ولی از لحاظ این که این شعری که مرا نفری بی بود، من پروی اوایل ازدواجمون بود و برای بیژن ترقی بس. شاعر تمام آهنگای من تا به حال بوده، براش در ذهن می‌کردم از خودم، از وضعم، از زندگیم، از چیزایی که برام پیش آمده. بیژن هم عادت داره که روی چیزای کوچیک خیلی چیز، روی مثلا قوت سیگار و گوشه روزنامه و این چیزا چیز آهنگ چیز می‌نویسه، شعر می‌نویسه هر چقدر باشه ولی روزنامه کوچولو. و بعد من دیدم که بیژن این شعر رو گفت و خیلی دیدم قشنگه این شعرش و گفتم آخه این چطوری تو این شعر؟ گفت من تو الهام گرفتم این شعر رو گفتم. و اینکه یک شعری بود که من حتی میتونم بگم که این زمان که من این شعر خوندم حتی رویه مردم به من عوض شد و میتونم بگم از اون زمانی که این شعر شروع شد تو دهنهای مردم افتاد، خیلی به من علاقه پیدا کردم و فهمیدن که واقعا زندگی ما زندگی اونطور دو روزه نیستش که بخواد بگذره، یا مثلا سر هوا و هوس و نمیدونم این چیزا. یکی دو خط اول این شعر رو همینطور واسه ما بخونید که تداعی هم برای ما بشه. پس من اولش میخوام وسط، چون که خط یعنی دو تا خطی که شعر قشنگتری داره که این میتونه قشنگ گویاتر باشه. شدم به تو عاشق، خطا که نکردم، تو رو به غمی تو رها که نکردم، برای دل تو چه ها که نکردم، شدم به تو عاشق، خطا که نکردم. خیلی متشکرم خانم امیرا. یه شوخی هم یک آدم خوشمزهی برای شما ساخته بود. شما در یکی از مصاحبه های رادیوییتون گفته بودی که من هر آهنگی که میخونم دو روز مریض بستری میشم. بله. این ساخته بود که یه روزی میره یه بیمارستانی و مراجعه میکنه، مریض بخوابونه، میگن جا نداریم، میگه اون اتاق که خالیه، میگن این رزرو خانم همیراست که آهنگ جدید بخونن بیان دو روز اینجا بستری بشن. ترسیدم آقای خود آقای نوذری ترسیدم بگم خودم ساختم، بگم اول گذاشتم بخندید بعد بگم خودم ساختم. پهلوی جان همونطور که اول برنامه واسه مردم گفتم، تو خودت مبتکری برنامه بودی و گویندش هم بودی، همون گوشه و کنار شهر و زندان و زندان و تهیه کننده برنامه‌ش هم بودی و هر روزم پخش می‌شد. هر روزم پخش می‌شد برنامه مشکلیه، تهیه برنامه‌ای که هر روز پخش میشه و فکر میکنم کاروان شعر و موسیقی هم گاه و چند برنامه دیگه. من مبتکر که خب نمیتونم بگم، ولی خب اولین بار این کار رو من شروع کردم، گوینده این برنامه بودم و همونطور برنامه اینجا زندان است در روزهای دوشنبه پخش میشد هفته یک بار و برنامه در گوش و کنار شهر همه روزه 4:30 تا 5. بعد از اینکه گویندگی این برنامه رو خودم انجام دادم،
باید از فرصت استفاده کنم و بگم آقای شاهرخ نادری که اینجا تشریف دارن مشوق من در کار تهیه کنندگی بودن و من سالهای سال در کنار ایشون که دوست صمیمی و عزیز من هستند به کار تهیه کنندگی اشتغال داشتم و واقعا ایشون رو در این مورد معلم خودم میشناسم و همطور که گفتید شما هم گوینده هم مجری و هم دنبال روی حوادث و هم تهیه کننده این برنامه و چند برنامه دیگه سال. بله پنج سال متوالی. در چه سالی چه سنی بودی که اولین آهنگ تو ساختی برای رادیو؟ اولین آهنگ رو من در سن 12-13 سالگی ساختم ولی برای رادیو چندین سال بعد اجرا شد همون. و اتفاقا اولین آهنگی که من ساختم در سن 12-13 سالگی آهنگی بود که بعدها با نام دیگری به نام در شب مهتاب با صدای خانم مرضیه از رادیو پخش شد ولی این آهنگو در سن 18-19 سالگی با صدای خانم مرضیه من از رادیو پخش کردم اما 12 سالم بود که ساختمش و اون موقع در آنم بچگی اسمش گذاشته بودم بلهوس یعنی آقای بیژن ترقی اسمش گذاشته بودن بلهوس و شعری هم براش ساخته بودن البته 12 سالگی به ساز 18 سالگی پخش شد 6 سال خوب جا میاد این توضیح هم لازم هست بدهم که وقتی در سن 18 سالگی با صدای خانم مرضیه پخش شد این آهنگ شعرش مال آقای معینی کرمانشاهی بود بله. ولی شعر اولیش مال آقای بیژن ترقی بود به این دلیل که آقای بیژن ترقی هنوز به صورت حرفه‌ای و پروفشنال کار شعر رادیو رو انجام نمیدادن ولی بعدها آمدن و مشغول شدن آخ من فکر میکردم خودم پر حرفم خانم همیرا هم دل پری از پر حرفی دارن یه آهی هم ایشون کشیدن قضیه چیه؟ آقای نظری امروز شمشیر پرویز که نمیترسه من حرف بزنم بفرما من میگم واقعا پرویز جون بدون فکر و معطلی بهترین آهنگی که تا حالا ساختی بدون در نظر گرفتن اینکه کی اینو خونده از نظر خودت کدوم آهنگی؟ می عاشقانه آخرین آهنگی که خانم خوندن خانم همیرا بله همیشه آخر خانم از نظر شما بهترین آهنگ پرویز چی بوده قبل از ازدواج با شما هم همینطورا بهترین آهنگی که تا حالا تو زندگی ساخته بهتر یکی 420 ش که برای خانم حسی ساخته بود یکی هم آهنگی که خودم خوندم آهنگ اسیر غم ای بهار 518 کدومه اسیر غمت را نمانده دگر نه شوق تماشا اینا رو که منم بلدم شما بخونم بخونم بله یه سر آهنگی یادمون بیاد اسیر غمت را نمانده دگر نه شوق تماشا نه ذوق سفر نه حال امیدم نه داد ثمر فقط مشخصات این آهنگ جدیدتونو برای ما بگید اولیش مشخصاتش چیه که ما پخش بکنیم برای خواستاران صدای شما و بله. اونایی که به هنر شما و پرویز علاقمند هستن و حالا آهنگ مال هر کس هست بله اسم این آهنگ هست میخواهم که رسوا بشی و شعرش و آهنگ از آقای فضل‌الله توکل و خواننده‌ش هم که خودم هستم خیلی متشکرم دوستان عزیز آهنگ اول رو شنیدیم بسیار جالب بود مثل همه کارهای خانم همیرا حتما شما هم پسندیدید حالا خواهش میکنیم مشخصات ترانه دوم رو پرویز جون برای ما بگید و آهنگ دوم ترسم فراموشم کنی قبل از اینکه اون ترانه دوم پخش بشه باز هم از شما تشکر میکنم ازتون خود